نماینده کنگره آمریکا لایحه‌ای برای جلوگیری از دسترسی دیکتاتوری آخوندی به 6 میلیارد دلار آزاد شده در معامله گروگان‌ها ارائه کردند. آورنده لایحه آگوست فلاگر تأکید کرد از آنجایی که دولت حاضر نیست این وجوه 6 میلیاردی را به طور دائم مسدود کند، کنگره این کار را خواهد کرد. کوین هرن نیز گفت مماشات با رژیم ایران کارایی ندارد و فقط به آنها منابع بیشتری می‌دهد تا تروریسم را تامین مالی کنند و در منطقه هرج و مرج به بار آورند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت متاسفانه تعدادی از افراد هستند که در مورد 6 میلیارد دلار یا به آنها اطلاعات نادرست می‌رسد یا اطلاعات غلط می‌دهند. این وجوه به حسابی در قطر منتقل شد و مکانیزمی برای استفاده از آنها تحت نظارت دقیق وزارت خزانه داری فقط برای اهداف بشردوستانه برقرار شده است. تا امروز 1 دلار هم از آن حساب در قطر خرج نشده است و ما حق مسدود کردن آن را برای خود محفوظ می‌داریم. 98 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور خواهان مسدود کردن دوباره 6 میلیارد دلار وجوه آزاد شده برای دیکتاتوری آخوندی شدند. نمایندگان کنگره در این نامه خواهان مسدود کردن 6 میلیارد دلار ناشی از معامله گروگان‌ها، مسدود کردن 10 میلیارد دلار آزاد شده برای رژیم بابت فروش برق به عراق، اعمال کامل تحریم‌ها علیه صادرات نفت حکومت آخوندی به چین و جلوگیری از دسترسی رژیم به هر گونه حق برداشت ویژه از صندوق بین المللی پول شدند. 15 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور به ابتکار سناتور مارکو روبیو خواهان حسابرسی از دیکتاتوری آخوندی به خاطر استمرار نقض تعهدات اتمی شدند. در این نامه آمده است رژیم ایران قصد دارد ترور را در سراسر منطقه تحریک کند. از وزیر خارجه آمریکا پرسیدند در حالی که حکومت تهران از درخواست‌های آژانس متابعت نمی‌کند، شبقها یا امتیازهای بیشتری به رژیم ایران ارائه خواهد کرد یا خیر. مایک پومپو وزیر خارجه قبلی آمریکا تأکید کرد دست کم 25 آمریکایی توسط نیابتی‌های رژیم ایران به قتل رسیدند. این مستلزم یک پاسخ است. اگر به رژیم ایران اجازه بدهیم که از آن بگریزد، فقط منجر به حملات بیشتر خواهد شد.